سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله بجميع محامده على جميع نعمه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له كما شهد الله لنفسه وشهدت له ملائكته واولو العلم من خلقه لا اله الا هو العزيز الحكيم و اشهد ان محمدا عبده المنتجب و رسوله المرتضى ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین كله ولو كره المشركون. اللهم صل و سلم على حبيبك و نجيبك وصفيك ونبيك وخيرتك في خلقك وصل على علي أمير المؤمنين والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة والحجة ابن الحسن حججك على عبادك وأمنائك في بلادك وسل على جميع الأنبياء والمرسلين وسل على جميع الشهداء والصالحين وسل على أئمة المسلمين وهماة المستضعفين وهداة المؤمنين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. خداوند علی اعلی را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه شاکر و سپاسگزار هستم. خودم که از همه بیشتر محتاج و نیازمندم، همه شما عزیزان، خواهران و برادران را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. ما انسان ها به تعبیر قرآن در تمام مراحل زندگیمان در مسیر خسران و ضرر هستیم، همه انسان ها. ان الانسان لفی خسر. تنها چیزی که ما را از ضرر و زیان و خسران حراست می کند و حفاظت میکند تقواست، پرهیزکاری است، پروا پیشه کردن است. لذا امیر بیان، محور حق، قرآن ناطق فرمودن مردم تقوا را حفظ کنین و خودتان را با تقوا از هر ضرر و خطر حفاظت و حراست کنید. امید است که هممان به این سفارش خداوند، انبیا و اولیای الهی توجه کامل داشته باشیم. خطبه اول بحث علم و خرد را از منظر قرآن و روایات بسیار کوتاه به اندازه ظرفیتی که فضای معنوی نماز جمعه ایجاب می کند پی خواهیم گرفت. در خطبه دوم مسائل متعدد را در نظر است و وظیفه جایگاه نماز جمعه ایجاب می کند با اونها بپردازیم. مسائل که کشورمان در شرایط حساس و سرنوشت ساز در او قرار گرفته به این مسائل می پردازیم. مسئله تشکیل حکومت از موضوعات است که
فکر، طرح و دیدگاه ها را از اینجا شریک مسئولین خواهیم کرد. روز جمعه که درش قرار داریم 25 محرم الحرام است. مصادف است بر روایت با شهادت زین العابدین سید الساجدین، بحث کوتاهی در ارتباط و نقش آگاهی دهنده و بیدارگر حضرت داریم که به درد روزگار ما هم این بحث و این تذکر بسیار خواهد خورد. مسئله مشکلات اقتصادی، تنگناهایی که وجود دارد از موضوعات است که به اون هم مطالب را اشاره خواهیم کرد. اما بحث خطبه اول، در هفته گذشته عرض شد که اسلام دین است بر اساس فطرت و عقل. همه احکام اسلام مورد تأیید عقل سلیم است. لذا آیه ای را تلاوت کردیم، خداوند وضعیت انسانهای را که گرفتار جهنم شده اند مطرح می کند. از اونها سوال می شود ما سلککم فی سقر، چرا شما جهنمی شدین؟ اونم در یک جای سخت و دشوار از جهنم قرار گرفتین. ما سلککم فی سقر، اولین جوابی که از زبان اونها خداوند بیان می کند این است، لم نکم من المسلین، ما اهل نماز نبودیم و به مسکین و نیازمند کمک نمی کردیم. در ادامه می گوین اگر ما حرفها را می شنیدیم، لو کنا نسمعو، اگر حرف را می شنیدیم و تفکر می کردیم، لو کنا نسمعو او نعقل، اگر عقلمان را، خردمان را، فکرمان را به کار می انداختیم، امروز گرفتار این صحنه نبودیم. اسلام دین خرد است. عرض کردم که علم غیر از خرد است. خیلی ها علم دارن اما خرد ندارن، عقل ندارن. به همین دلیل است که روایت داریم علم به صاحبش آسیب میزند اما عقل به صاحبش خیانت نمی کند. خیلی فرق است بین انسانی که عالم و عاقل است و انسانی که عالم است اما عاقل نیست. ما مضمون ده ها روایت داریم خیلی از انسان ها را علمشان نابود کرده. بعضی وقتا یک اصطلاحاتی، یک کلماتی، یک مطالب را انسان حفظ میکنه تو دیوار، اینها را به عنوان ابزار کار در هر جا استفاده میکنه، اما حقیقت علم در زندگی او نور نیفکنده. تعبیر عمیق درباره علم، اون علمی که در کنار خرد انسان را نجات میدهد، تعبیر آقا رسول الله است، العلم نور. علم نور است. در فضای نور انسان گرفتار تاریکی و ضرر نخواهد شد. خیلی کوتاهی بحث را در این خطبه عرض بکنم و تمام کنم. امیر بیان علی علیه السلام فرمودند پایه های اسلام 7 چیز است. اون روایت را که مکرر شما از اهل منبر و از دانشمندان شنیده این بنی الاسلام علی 5، او بس اینجا مطرح نیست. امیر المومنین فرمودن پایه های اسلام، قواعد الاسلام 7، ستون های اسلام 7 چیز است.
فرمودن اولش خرد است. فاولها العقل، اولین پایه اسلام عقل است. ببینین حضرت با او بیان استثنایی که دارن فرمودن ما استاد سخنیم، نفرمودن استاد سخن، فرمودن امیر سخنیم. اما بعد فانا امراء الکلام، ما سرداران و فرماندهان سخنیم. فرمود ریشه سخن در خانه ماست و درخت سخن سایه اش بالای سر ماست. فرمودن اولین پایه اسلام خرد است و بر آن شکیبایی استوار است. انسان خردمند انسان صبور است، انسان استوار است، انسان متحمل است، انسان بردبار است. پس معلوم میشه اگر انسان اصطلاحات بلد باشد، کلمات بلد باشد، اما از استواری، از استقامت، از صبوری، از حلم و از درایت کافی بهره‌مند نباشد، این انسان انسان خردمندی نیست. لذا در روایات ما مؤمن را تشبیه کردن به کوه، اونم نه کوه معمولی، کوه استوار. المؤمن کالجبل الراسخ، هیچ تنبادی او را بی جا نمی کند، از جای نمی کند، به جای دیگری نمی برد. اولین پایه اسلام خرد است. بر محور خرد صبر انسان در خانه، در جامعه، زمانی که در قدرت است، زمانی که بیرون از قدرت است، زمانی که دارای ثروت است، زمانی که دستش خالی است، همه صحنه های زندگی انسان را خرد رهبری می کند، تدبیر می کند. لذا اسلام به خرد خیلی بها داده است. دوم راستگویی است. من مکرر عرض کردم و باز هم عرض می کنم، اگر ما در شهر افرادی داشته باشیم، در حاکمیتمان افرادی داشته باشیم، در بخش‌های فرهنگی تربیتی افرادی داشته باشیم که یقین داشته باشیم اینها راست میگوین، بخش عظیمی از مشکلات امنیتی ما حل میشود. در راستی آرامش است. دلها را راستگویی آرام میکند. هرچه انسان قدرت داشته باشد، هرچه زمینه تبلیغات و ارتباطات داشته باشد، اما وقتی از منشأ خبر و گزارش و برنامه از صداقت برنخیزد، باعث نگرانی مردم است. شما دیدین در تاریخی که پشت سر گذاشتیم چقدر این بی صداقتی ها، این تبلیغات ها، این پنهانکاری ها و این مخفی کاری ها آسیب به جامعه زد. یوم ینفع الصادقین صدقهم، روزی که راستی به کمک راستگویان می آید، تنها در قیامت نیست. دومین پایه اسلام راستگویی است. امیدواریم که با استفاده از راهکار قرآن، راهکار پیامبر و اهل بیت پیامبر و تربیت شدگان مکتب رسول الله، ما این پایه ها را در جامعه اسلامی و جامعه خودمان پیدا کنیم و اینها را نهادینه کنیم و اینها را مورد توجه قرار بدهیم. ارزش ها را بر محور این پایه ها در نظر بگیریم. نکته بعدی و پایه سوم عرض کنم و به همه اینها نمیرسم،
این نکته بسیار مهم است. تلاوت قرآن آنگونه که هست، من عبارت عربی مولا و آقا را بخوانم: و ثالثتو تلاوت القرآن علا جهته. قرآن اونگونه که هست باید بخوانیم، و الا خیلی ها قرآن میخوانند. شما میدانین در تاریخ اسلام گاه هر دو جبهه قرآن خوانده. علی علیه السلام میفرماید خواندن قرآن آنگونه که هست. همین سوره مبارکه جمعه که در این سوره برای شرکت در این مراسم عظیم با عبارت فس او الى ذکر الله آمده، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فس او الى ذکر الله، یکی از آیاتش اینه: مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها. مثل و شکل و در واقع نمونه کسانی که تورات را حمل کردن، عبارات تورات را داشتن با خودشان، می خواندن. مثل الذین حملوا التوراة، اونها تورات حمل کردن با خودشان داشتن، اما به محتوای تورات اصیل عمل نکردن. که مثل الهماری احمل و اسفارا، اینا مثل یک چارپاییست که کتاب به او بار شده. امروز باید قرآن را به حقیقتش بخوانیم. سوره مبارکه فاطر، 35 سوره قرآن، یک نکته بسیار زیبا و بنیادی و همیشه زنده را به گوش ما میرساند. خدا میفرماید: و قال الذين كفروا، کفار گفتند. خدا در سوره فاطر، 35 سوره قرآن، از قول کفار نقل میکنه. یعنی چی؟ یعنی مسلمان ها طرح کفر بفهمین، پلان کفر بفهمین. کفر پلان های مختلف دارد، با یک شکست دست بردار نمی شود. چی گفت؟ و قال الذين كفروا، کفار گفتند: لا تسمعوا لهذا القرآن. اول یک کاری بکنین، مردم صدای قرآن نشنوند. لا تسمعوا لهذا القرآن. موسیقی، ابزار فریب، از ابزار سرگرمی، همینایی که امروز ما شاهدش هستیم، جوانها، دخترها، مردها، زنها را سرگردان کنیم. چند درصد قرآن میخوانیم؟ چند درصد قرآن در زندگی و در کشور و در رسانه و در سیما و صدا و تلویزیون و رادیو جا داره؟ یک مرحله است، یک مرحله بسیار ابتدایی. حالا اگر قرآن خواندن، ممکنه بعضی جاها قرآن خوانده شود، والغوفی به هم بزنید، اجازه ندین، صحنه را طور طراحی کنین، دشمنی، کینه، نفرت، جنگ، تا مفهوم قرآن در جامعه اسلامی، در جامعه انسانی به بار ننشیند. لذا امیر بیان می‌فرماید یکی از پایه‌های اسلام، از قواعد اسلام، خواندن قرآن علی جهته، اونطوری که هست. نمیدانم الان حضور ذهن ندارم این آیه در همین سوره است یا در سوره دیگری، اینه بگم و خطبه اول به پایان برسانم. ولا تستوی الحسنة ولا السیئة. امروز ما در کشورمان بالای 30 میلیون جمعیتیم. چقدر برادری در بین ما حاکم است؟ قرآن می‌فرماید لا تستوی الحسنه ولا السیئه، برخورد زیبا و برخورد خشن با
با هم برابر نیست. ما یک موجود ضعیفی هستیم، خواسته ها داریم، نیازها داریم، استکاک ها داریم، منافع شخصی، گروهی، قومی، منطقوی، اینها ما را در اسارت خودش گرفته، باعث تصادمات می شود. قرآن می فرماید اگر این صحنه ها پیش آمد، ادفع بالتی هی احسن، بسیار زیبا و بسیار سنجیده و بسیار خردمندانه حوادث را کنترل کنیم، دفع کنیم. فاذا الذی بینک و بینه عداوه، اونهایی که بینشان دشمنی به وجود آمده است تبدیل به دوست گرم شوند. فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم. باید قرآن را به اون شکلی که خدا نازل کرده خوان. لذا پیغمبر فرمود قرآن و اطرد، تا اون معنا و اون هدفی که در قرآن نهفته است در زندگی ما انسانها تجلی کند و ظهور کند و زندگی ما یک زندگی الهی، یک زندگی مورد حسرت انسانهای عالم، یک زندگی مورد اهتمام و قدر و قیمت عالم باشد. امید است که با عنایت و دستورات قرآن و روایات هدایتگر ائمه معصومین و عمل کرده اطرت و آل الله و آل رسول الله به این مرحله از زندگی اجتماعی و شخصی برسیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علی امیر المؤمنین وعلى الصدیقة الطاهرة وعلى الحسن والحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجت الخلف الصالح ائمه المؤمنین. بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. نماز جمعه که در قرآن ذکر الله معرفی شده، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله، و در روایات حج فقرا، به همون اندازه‌ای که احترام دارد و همون اندازه مسئولیت و رسالت دارد. رسالت نماز جمعه بیشترین بخشش طرح مسائل است که جامعه اسلامی با شنیدن اون مسائل در جهتگیری و حرکت اجتماعی بدون آسیب، بدون گرفتاری به مشکلات، بتوانند مسیر حرکت جامعه و مردم را طی کنند و بپیمایند. نکته اول را که لازم می‌دانم به عرض برسانم، خب قضیه ولایت پنجشیر است. ما
شاهد رایزنی ها بودیم که قضیه پنجشیر یک ولایتی که در افغانستان هنوز در محدوده امارت اسلامی و تحریک طالبان قرار نگرفته مسالمت آمیز حل شود. متاسفانه گزارشاتی که داریم تا این لحظه تعاملات، گفتگو، مذاکرات نتیجه نداده و بخش‌های از این نقطه در حال مشاهده درگیری است و سهم خودم از کسانی که در حل مسالمت‌آمیز این قضیه تلاش کردن تشکر میکنم و باز هم از این جایگاه با عنوان یک مسلمان، یک نماینده جمع از این کشور و از این مادر مشترک که وطن مادر مشترک است، مخصوصا اسلام و امارت اسلامی و مسئولین و به مسئولین و گردانندگان این ولایت عرض می کنم با صبوری، با خردورزی قضیه را حل کنند، بدانند کسانی که بر شعله‌ور شدن جنگ تلاش می کنند پشت صحنه کسان دیگر است، آرمان های دیگر است، منافع دیگری است که اونها ناسنجیده شاید به طمع و طعمه دیگران قرار گرفته باشند. بهترین راه گفتگو است، بهترین راه گفتمان است، بهترین راه مطالبه حقوق با زبان و با بیان و با نیروی حمایتی مردم است. مخالفت با توده ها نتیجه مطلوب نخواهد داشت. امید است این قضیه با دعای شما مؤمنین، نمازگزاران و با دلسوزان این سرزمین و این مملکت انشالله به فرجام درست و انشالله به نفع مردم ما خاتمه پیدا کند. نکته دوم، ما خوشحال هستیم حقیقتاً بر این وضعیتی که از این جهت مشاهده میکنیم. خدا را سپاسگزار هستیم که یک عده نیروهایی که به ظاهر برای آبادی کشور ما آمده بودند با شکست، با رسوایی در روزهایی که پشت سر گذاشتیم افغانستان را رها کردند و مجبور شدند از کشور ما بیرون بروند. این شکست برای اونها درس دیگری است و از این ناحیه نه تنها امروز، سالیان است که در این آدرس و در این مصلی این مطالب مطرح شده که الکفر ملت واحده، کفر یک ملت است. ما نباید از کفر انتظار داشته باشیم به صلاح ما و به منفعت ما کار کند. ما در تعاملاتمان باید همیشه اون چرا که قرآن دستور داده مد نظر داشته باشیم. دو چیز با هم دیگه کنار نمی آید، حق و باطل. بعد از حق گمراهی است. کفر با اسلام ممکن است تعامل سیاسی داشته باشد، داد و ستد داشته باشد، روابط تجاری داشته باشد، اما اینه که یک مسلمان، یک جامعه اسلامی امورش را به دست کفار بدهد، نظم و اقتصاد و اداره و مملکتداری را بعد انتظار داشته باشد یک مملکت آباد، یک مملکت
آزاد داشته باشد این شدنی نیست. اون بخشی را که در خطبه اول عرض کردم اینجا در قالب یک برنامه زنده و سیاسی عرض بکنم. دستور رسمی قرآن در حیات اجتماعی اسلام این است که از کفار استعانت نگیریم. عزیزان من، همه مسلمان ها در سوره مبارکه هم در نمازشان این جمله را میگویند: ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدایا ما از تو کمک میگیریم، فقط از تو. ایاک نعبد، فقط تو را عبادت میکنیم. و ایاک نستعین، کمک گرفتن از کفر نتیجه‌اش همینه. چقدر پول به یک کشور آمد؟ چی شد؟ امروز رشد جامعه را از بخش‌های مختلف بررسی کنیم. اگر این کشور با اراده خود این مردم ساخته می‌شد، این روحیه تکدی و فقر و نیاز با وجود می‌آمد؟ ما ملتی بودیم که همه کشورها می‌گفتند این مردم از نظر کار و غیرت زبان زده است. اما امروز سازمان ملل، سازمان‌های بشری و انسانی، اولین حرفشان این است که به یک کشور کمک کنید. نصف یا یک سوم جمعیت ما زیر خط فقر است. این نتیجه استعانت از کفر است. قرآن نسخه شفابخش است که می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا مؤمنا ان تطیعوا الذین کفروا. اگر شما اطاعت کنین از کسانی که کفر ورزیدن، دقت کنین، یردوکم علی اعقابکم، شما را بر میگرداند به گذشته ها، فتنقلبوا خاسرین، شما زیان دیده میشین، شما آسیب دیده میشین. باید این نکته را توجه داشته باشیم. انشالله که با این تحول با وجود آمده، مسئولین با همدلی، با مردمداری، با ارتباط عمیق با توده ها، والی که ارتباطش با مردم ارتباط حساب شده نیست، رئیس جمهور، وزیر، نماینده ای که زندگیش رنگ زندگی مردم نداره، او موفق نیست. اونهایی که با فاصله بسیار زیاد از مردم زندگی میکردن، نتیجه را دیدیم. امروز هم امارت اسلامی در آستانه اعلان یک حاکمیت است. امیدواریم که طبق گزارشات بعد از نماز جمعه این اخبار نشر میشود. از جامعیت و از همه شمولی برخوردار باشد. من همینجا طبق وعده‌ای که در جلسات دادم و هنوز هم آماده هستم، اون چرا که از تجربه و دانش و آگاهی که نتیجه ارتباط با قرآن، با روایات و بودن در مسیر تربیت و دانش و آموزش هست، شریک میکنم. ما در رژیم های گذشته، مخصوصا رژیم که محکوم به زوال بود، شاهد بودیم که معمولا مسئولیت ها را به کسانی می دادن که اینها در گرفتن مسئولیت معامله می کردن، پول می دادن، رشوه می دادن. اگر امارت اسلامی به این مقوله توجه نکنند، کسانی که دنبال ریاستن اونها را به مسئولیت ها بگمارن، باز هم ما با مشکل مواجه میشیم. کسانی را برون عذر کنن آقا بیایی مسئولیت بگیر، و او بگوید نه، از من بهتر دیگراست. این رای حل است. اونهایی که تشنه ریاستن، برای چی تشنه هستن؟ برای که
دنیای خودشان آباد کنند. اونهایی که به آخرت ایمان ندارن، به حساب و کتاب و به بهشت و جهنم و سؤال نکیر و منکر، اینها میآیند برای جامعه امنیت میگیرند، اینها کشاورزی مردم درست میکنند، اینها مکتب و معارف درست میکنند. محال است. اجازه بدین از زبان پیغمبر عرض بکنم: لا تطلبن ان یکون رأسن فتکون زن با. فرمود هرگز هرگز، علما در جلسه هستند، لا تطلبن، هرگز در پی سر کرده بودن و رئیس بودن و مسئولیت گرفتن نباش که از همه عقب میمانی. اونی که دنبال مسئولیت است و از همه عقب تر است. ما باید تشنه خدمت باشیم، نه حریص قدرت. درست است عده‌ای سختی ها را کشیدن، زندان کشیدن، هجرت کشیدن، قبول دارم، اما باید مسئولیت بر اساس لیاقت و استعداد و ظرفیت باشد. این جمله بسیار اساسی است. شاید 25 سال جلوتر این از استاد در کلاس اخلاق شنیدم. امروز وقتی دنبال این موضوع میگشتم، به لطف خداوند نصیبم شد. امام رضا علیه السلام میدانین 3 سال از مدینه تبعید شد به خراسان. مأمون حضرت را به اجبار جانشین خودش معرفی کرد، حضرت قبول نکرد. بعد از اصراری که داشت، حضرت فرمود که تو به خاطر که دیگرا را به اصطلاح خاموش نگهداری و بر جامعه به ظاهر بفهمانی که ما هم دنبال حکومت هستیم این کار را میکنی. حضرت فرمود من به ظاهر قبول میکنم، اما هیچ کاری را انجام نخواهم داد. این امام بزرگوار در یک روایت نقل شده به حضرت گزارش دادن که کسی هست دنبال ریاست، دنبال قدرت. نام کسی را در محضر حضرت بردن که آدم دنبال ریاست است. حضرت بعد از اونی که این خبر را شنید فرمود اگر 2 گرگ درنده به 1 رمه بیشبان حمله کنند، شما 1 رمه را در نظر بگیرین، صاحبم نداره، چوپانم نداره، 2 تا گرگ حضرت فرمود به این رمه حمله کنند، خسارتی که میزنن بیشتر از خسارتی که انسان جا طلب، انسان ریاست خواه به مسلمانان وارد می کند بیشتر نیست. این جمله امام معصوم است. انشالله ما از این راهکارها استفاده کنیم. شرایط بسیار حساس است، دنیا متوجه است. امروز که امارت اسلامی در افغانستان مسلط شده، کشور را در اختیار داره با عنوان نماینده های دین، نماینده های شریعت چه کار میکنند؟ خیلی باید حساس بود. اگر دولت قبلی اشتباهات داشته که داشته، خب معلومه یک دولت دست نشانده. اگر امروز دقت نشود، بعد از مدتی به مشکلات گرفتار بیاییم، یقین داشته باشین طرح کفر بیشتر جامعه عمل میپوشد و میگوید ببینین اسلام قدرت اداره مملکت ندارد. و من حساسم روی این قضیه. لذا علی علیه السلام فرمودن آلت الریاست سعت الصدر. سعه صدر ابزار ریاست است، ابزار ریاست است. مشکل مسائل
اقتصادی، مسائل غذایی، کمک‌های بشردوستانه مشکل جدی است. حالا خیلی باعث نگرانی شما مردم نشویم و معتقد هستم توکل و انسان‌هایی که به خدا توکل می‌کنند کافی است. در ناامیدی امید بیشتری است، نباید نگران بود. مهاجرت‌های بی حساب، بی برنامه به صلاح مردم نیست. البته نهی نمی کنم، اجبار نمی کنم، فقط روشنی می اندازم صحنه‌هایی را که ما در مرزها، گزارشاتی را که می شنویم دلخراش است. بی‌رحمانه به مردم ما که خب امکانات ندارن، ویزا ندارن، پاسپورت ندارن برخورد شده. البته این برخورد انسانی نیست، اسلامی نیست، این توقع نیست. اینها حرکت‌های بیجاست. نباید وحشت کرد، نباید رعب و هراس به دلها جا داد. باید با طمأنینه سختی‌ها را تحمل کرد و زمینه زندگی را در کشور فراهم کرد با حمایت مردم و با دلسوزی مسئولین. اما گفتنی است که باید زمینه گشایش را فراهم کرد. از هر کاری که موجب صلح جهانی است ما حمایت میکنیم، از هر کاری که موجب تقویت اسلام و مسلمین باشد حمایت میکنیم. حکومت بدون حمایت مردم ممکن نیست. تجربه جهانی در شیوه حکومتداری و تشکیل حکومت ارزشمند است. ما نمیتوانیم در یک جزیره بی ارتباط با دنیا زندگی کنیم. حکومت بدون عدالت و بدون ایجاد شغل برای مردم یقینا دوام نخواهد داشت. اینها اصولی است که باید در حاکمیت مورد توجه قرار بگیرد. و من عرض میکنم مردم اگر همدلی، دلسوزی، شرکت در همه صحنه ها را از حاکمیت ببینند، مردم ما مردم استواری هستند. من همینجا عرض میکنم اگر یک امنیت همه جانبه، یک دلسوزی همه جانبه، یک اخوت اسلامی را ما مشاهده بکنیم، با همه سختی هایی که داریم ما ملت هستیم که همه چیزمان را آباد خواهیم کرد. در حاکمیت های گذشته اما چیزی از بیگانه ها ندیده بودیم. خود حکومت های گذشته هم به مردم ما کمک نکردن. انشالله حاکمیت امارت اسلامی این صحنه را فراهم بکنه. ما هم مرد میدان ساختن کشوریم در عرصه تربیت، در عرصه برق، در عرصه آب. کشور ما کشور غنی است، منابع زیادی داره. بیگانه ها هم که اینجا آمدن دنبال این منابع بودن. فقط صداقت، فقط ارزشگرایی راه حل مشکل است. ما باید امنیتی من، مسئول امنیت ما یک انسان باشد که نه در مقابل پول بلغزد، نه در مقابل تطمیع، نه در مقابل گناه و معصیت. یک چنین انسان میتواند شهر امنیتش بگیره. اونی که در مقابل رشوه می لغزه، در مقابل تطمیع رفتن به خارج، سرمایه گذاری در خارج می لغزه، اونه که مسائل تعصب قومی برای او انگیزه می دهد، این نمی تواند امنیت کشور را بگیرد. این نمی تواند در وزارتی که باید مصلحت همه این 30 چند میلیون جمعیت در اونجا تامین شود جایگاه داشته باشد. امید است همه مسائل را با منش خرد و
و عقلانیت انشالله بتوانیم اداره کنیم و مدیریت کنیم. آخرین نکته ای را که عرض می کنم، امروز روز شهادت چهارمین امام معصوم زین العابدین سید الساجدین علی ابن الحسین است. تسلیت عرض می کنم این مناسبت را به محضر آقا و مولا من صاحب الزمان، به محضر همه شما عزاداران، به محضر همه ارادتمندان به این آستان. اجازه بدین من خیلی کوتاه عرض بکنم و دیگه خیلی زحمت ندم. خب شنیدین آقا حدود 35 سال بیشتر بعد از حادثه عاشورا در مدینه زندگی کردن. خیلی از رد بعد از عاشورا سختی کشیدن، هر وقت جلوی آقا غذا می آوردن تا گریه نمی کرد، عشق نمی ریخت، غذا نمی خورد. آب می آوردن حضرت نمی خورد. گاهی می رفت به بازار، به محله قصاب ها، از قصاب سوال می کرد تو که این گوسفند و این حیوان ذبح می کنی آب دادی یا نه؟ می گفت آقا رسم قصاب ها اینه که اول به حیوان آب می دن بعد ذبح می کنن. حضرت اونجا گریه میکردن، روزه میخواندن، میگفتن من خودم با چشم خودم دیدم پسر پیغمبر تشنه کشتن. خیلی حضرت سختی کشید. از آقا سوال کردن آقا کجا در این مسیر به شما سخت گذشت؟ سه مرتبه فرمود الشام الشام الشام. من یه جریان کوتاهی را عرض میکنم و از همه التماس دعا دارم که امیر المومنین فرمودن یکی از قواعد اسلام خواندن قرآن علاجهته است. وقتی اول ماه سفر اهل بیت پیغمبر را وارد شام کردن، در یک موقعیت نابسامانی در یک خرابه جا دادن. بگذاریم، روایت داریم و قال الراوی و جاء الشیخ و دنا من نساء الحسینه و ایاله. پیر مرد آمد کنار اسرا خانواده آقای امام حسین و هم فی ذلک الموضع، اهل بیت هم در همون جایی که عرض کردم جای سختی بود اونجا رسید. اولین جمله‌ای که پیر مرد گفت الحمدلله الذی قتلکم، خدا رو شکر که شما را کشتن، و اهلکم و اراح البلاده عن رجالکم، گفت خوب شد مردم شهرها از مردان شما راحت شدند. و امکن امیر المؤمنین منکم، یزید بر شما مسلط شد. زین العابدین هم نشسته کنار اسرا این جمله پیرمرد شنید. خیلی دقت کنین، هم روزه است هم انصافا بصیرت است. حضرت فرمود که یا شیخ، ای پیرمرد، هل قرأت القرآن؟ قرآن خوندی یا نه؟ مهمان های حضرت حق دقت کنین، حضرت سوال کرد هل قرأت القرآن؟ گفت نعم بله. حضرت فرمود هل عرفت هذه الآیه؟ این آیه را شناختی؟ خواندن یک چیزه، فهمیدن چیزی دیگره. حضرت فرمود این آیه را شناختی؟ آیه را تلاوت کرد، سوره مبارکه شورا آیه 23. پیغمبر از جانب خدا میفرماید قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا. پیغمبر بگو من از شما مزد رسالت نمی طلبم، 23 سال براتم زحمت کشیدم، مگر دوستی ذل قربا. حضرت فرمود این آیه را خواندی؟ پیرمرد بله خواندم. حضرت فرمود این ذل قربا کیه؟ سالها خوانده بود، شاید چند ختم قرآن کرده بود. قال الشیخ نعم قرأت ذلک. حضرت فرمود که ای کیه؟ اظهار بی اطلاعی کرد. فرمود فنحن القربا یا شیخ. پیرمرد منظور خدا در این آیه که به پیغمبر فرمود لا اسالکم علیه اجرا را به مردم بخوام الا المودت فی القربا، قربا ماییم. این مدل قرآن خواندن باید از زین العابدین یاد بگیریم. حضرت فرمود آیه بعدی را هم خواندی یا نه؟ و آتی زل قربا حقه، سوره اسرائیل 26. پیغمبر از جانب خدا به مردم میگه که حق زل قربا را ادا کنین. پیرمرد گفت بله. حضرت زین العابدین فرمود اینجا هم مراد از این قربا ما هستیم. ای پیرمرد فرمود این آیه را هم خوندی؟ آیه 41 سوره انفال
واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى. گفت بله خواندم. فرمود که مراد از این قربا ما هستیم. آخرین آیه ای را که حضرت خواندن فرمودن این آیه را خوندی؟ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. خوب دقت کنیم. پیرمرد نگاه میکرد، حضرت زجاد فرمودن، زین العابدین فرمودن فنحن اهل البيت، امین اسیرایی را که میبینی، امین زنها و اطفالی را که میبینی، اینها اهل بیتند. الذی خصصنا الله بآیه الطهاره. یا شیخ، آیه تطهیر مخصوص ما خانواده است. راوی میگوید پیرمرد ساکت شد، پشیمان شد چرا این جمله را گفته بود که خدا را شکر که شما را کشت. حضرت دید باید بیشتر به این پیرمرد انرژی بدهد. فرمود بالله انکم هم، قسم به خدا مراد این آیات شما این. حضرت فرمود فقال علی ابن الحسین طلا، قسم به خدا انا لنحن هم من غیر شک و حق جدنا رسول الله. فرمود شک نکن به حق جد ما پیغمبر، مراد از این آیه ها ما این. دقت کنین. فبکشه ای پیرمرد گریه کرد و رما امامته، امامش از سرش برداشت، سرش به طرف آسمان بلند کرد، گفت خدایا من دوری می جویم سوی تو، تبری می جویم از دشمنان پیامبر و آل پیامبر. یک نگاهی کرد به زین العابدین، فرمود که راهی هست من توبه کنم، فدای خانواده بشم. فرمود بله. حضرت فرمود راهی برای توبه است. پیرمرد توبه کردن، به یزید خبر دادن. اونهایی که دشخیمن، خشنن، اونها کارشان شمشیر است. دستور داد پیرمرد کشته بشه. پیرمرد بعد از توبه به شهادت رسید. ثم ادخل ثقل الحسین و نسائه. همینقدر عرض میکنم، بعد اهل بیت وارد کردن به مجلس یزید و من تخلف من اهل بیت الا یزید و هم مقرنون فی الهبار. اهل بیت داخل مجلس کردن در حالی که همشان به تناب بستن. چقدر منطق آقا قوی است. فلما وقفوا بین یدی، وقتی اینا را آوردن جلوی یزید و هم علی تلک الحال، وضعیت خیلی دلخراش است، ریسمان به بدن اسرا و اطفال بسته است. قال له علی ابن الحسین، امام زین العابدین فرمود انشدک الله یا یزید، خدا را شاهد میگیرم یزید، فما ظنک به رسول الله، چی جواب داری اگر پیغمبر بگه یزید چرا بچه های مرا این گونه به تناب است؟ لو رأینا علی هذه الحاله، علی هذه الصفه، فامر یزید بالهبال فقطعت. منطق زین العابدین کاری کرد که یزید دستور داد تناب بریدن، اما به اینجا ختم نشد. ثم وضع رأس الحسین بین یدی، تناب برید اما سر ابی عبدالله را گذاشت جلو خودش. و اجلس النساء خلفه، آقا زین العابدین زنها را پشت سر خودش گذاشت، زنها نبینن. آقا میدونه یزید چقدر بی حیایی میکنه، لئلا ينظرن الی، تا این صحنه را نبینه. او بی ادب با چوب خیزران بله بودن دام حسین. فرآه علی ابن الحسین، آقای صحنه را دید، فلم یأکل بعد ذلک ابدا، هیچ وقت غذای گوارا نخورد. هر وقت غذا جلب آقا میگذاشتن یاد او صحنه میفتاد. خدایا به حقیقت زین العابدین همه ما را با قرآن آشنا بگردان. خدایا به عزت اهل بیت، به عزت قرآن، به عزت مؤمنین، عزت اسلام و مسلمین، ملت ما، کشور ما، دولت ما را کامل تأمین بگردان. خدایا
دشمنی ها، دوری ها، فاصله ها را در محوریت قرآن تبدیل به برادری، تحمل، وحدت، همپذیری بگردان. خدایا عزیزانی که با حضورشان نماز جمعه را زینت میدهند، خدایا به عزتشان بیفزا. خدایا مشکلات اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، همه ابعاد مشکلات زندگی مردم ما را برطرف بگردان. درهای رحمت و برکت بر روی اسلام، مسلمین، دولت و ملت ما خدایا باز بگردان. فرج آقا و مولای ما صاحب الزمان برسان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا.